نام یکتا پروردگار و سلام، از دلنگیزتان بخیر و خوشی با افتخار در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: خالط الناس مخالطتا این متو معا بکو علیکم و این عشتم هنو الیکم. امام علی علیه السلام می فرمایند: با مردم چنان معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک بریزند و اگر زنده ماندین با اشتیاق سوی شما آیند. خوبان درگاه الهی و اولیای خدا دلبرند، حیات بخشند. وقتی که انسان با آنها معاشرت میکند، دنیا و مایحتاجش در نظر آدم کوچک و خرد معلوم میشه و اولیای خدا و خداوند در نظر آدم بزرگ و مهرشان تجلی پیدا میکند. امام علی علیه السلام در این حکمت میفرمایند که انقدر با هم مهربان باشید که بسان نزدیکان هم شمرده شوید. تا به اینجا که حکمت دهم مولا علی علیه السلام رسیدیم، شاهد هستیم که تمامی حکمت‌ها در سیاق آیات قرآن شریف است. یعنی تمامی سخنان حضرت مطابق با آیات قرآن است. در این حکمت امام علی علیه السلام به حسن معاشرت تاکید دارند و میگویند که با همدیگر مهربان باشید. در آیه 53 سوره مبارکه اسراء هم خداوند میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ای پیامبر، بگو به بندگان من که بهترین سخنها را استفاده کنند و بالای هم القاب زشت نگذارند، چرا که شیطان دشمنی آشکار است و میخواهد بینتان تفرقه بیندازد. خدا دارد خط زندگی، فرمول زندگی به ما میدهد که اگر القاب زیبا استفاده کنیم، بین ما مهر و محبت تجلی پیدا میکند. خدا به بنده هاش حساس است. بارها شده که ما به خاطر مادری خطای اولاد را نادیده گرفتیم. پس نتیجه میگیریم که اگر به فرامین الهی و موعظه های حضرت علی علیه السلام گوش دهیم، هم محبوب خدا و هم خلق خدا خواهیم شد. عشق سرمایه هر انسان است، بنشانید به لب حرف قشنگ، حرف بد وسوسه شیطان است. و بدانید که فردا دیر است، و اگر قصه بیاید امروز، تا همیشه دلتان درگیر است. پس بزازید رهی را که کنون تا ابد سوی صداقت برود، و بکارید به هر خانه گلی که فقط بوی محبت بدهد. ایام به کام عزتتان مستدام.